عزیزم، و امام سالم و سلامت باشین. قسمت دهم معرفی ایالات متحده آمریکا. امیدوارم که، یعنی میشه قسمت دهم، قسمت آخر، و بعد از این هم یه دونه معرفی واشنگتن دی سی به تنهایی. امیدوارم از این 10 قسمت و قسمت بعد که میشه قسمت 11 و تمام اینا توضیح داده میشه لذت برده باشین. و ممنون بابت حمایت های شما، ممنون بابت اینکه حتی ویدیوهای مثلا متن انگلیسی که میاد کلا تا ببینید نوشته انگلیسی حتی کلیک هم نمیکنین، اشکال نداره. ولی همونجوری که از من خواستین که برم اطراف تکساس رو بهتون نشون بدم، حالا حداقل قسمت دالاس، من این کار رو دارم بیشتر انجام میدم. دارم به مغازه‌های مختلف میرم، به جای مثلا توریستی و جهانگردی هم دارم میرم، و هفته دیگه یه جای خیلی جالب قرار رو بریم، میدونه کارخونه مربوط به مشروب میشه، حالا دقیقا نمیگم چیه که هیجان داشته باشه، حتما نگاه کنین، جالبه، خیلی کارخونه جالبیه. اونجا میریم، حالت مزرعه مانند و کارخونه اونجا هست، اونجا میریم. یه نکته مهم، نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم، ایالت رو توضیح میدم. یه چیز جالب بهتون بگم دوستان، که چند نفر از افراد اومده بودن از همون روز اول تا الان هی میگن، من گفتم یه نکته رو حتما بهتون بگم که متاسفانه این عادت بد ماست، و فقط هم نسبت به من نیست، افرادی هستن که حتی با دنبال کننده بسیار بالا، بالای 100,000 تا حداقل تو اینستاگرام، هنوز یه سری افراد میان یه سری ایرادا نظرا میدن که به نظر من دوستان خیلی حرکت بدیه. حالا چیزایی که درباره من گفته میشه و حتما گفتم، بعضی میگن نه نباید عکس العمل نشون بدی، یا مثلا میگن چیزه، باید اگه یه کسی ازت یه چیزی میگیره، مثلا ایرادی میگیره یا اینا، باید قبول کنی. حالا یه سری چیزا هست خنده داره. اول، 99% از افرادی که ولاگرهای ایرانی هستن، حالا تو کشورهای مثل ترکیه، دبی، حالا امریکا رو اونقدر دقت نکردم، ولی کلا ولاگ درست میکنن ایرانی هم هستن، اینو شما میبینید، این بیلبیلکو، خب. و خیلیا میان یه سری ایرادگیری ها از من میکنن، آرمان یه دونه میکروفون حتما استفاده کن، و این کجا قرار میگیره؟ اینجا، این بیلبیلک. و این یکی از برندهای خیلی خوبه که میبینین، و این پشمک همیشه میفته از روش، و من اینو حداقل 3-4 ساله که دارم، یکی از بهترین هاست، خب. ولی در این نمیشه چون این از رو پیرانم اینجوری آویزون نیست، شما نمیبینین، من دقت به این کیفیت صدا نمیکنم، و من از این زیاد راضی نیستم. و میگم متاسفانه اکثر افرادی که تازه شروع میکنن یوتیوبو، یا یه سری افراد میان این ویدیوها رو میبینن و اون میشه استانداردشون، و مثلا یکی مثل من که به شکل دیگه ای مثلا صدا برداری میکنم، این چون ندارم ویدیو بده. ولی اینو من خواستم به شما نشون بدم که شما تو 99% از ویدیوهای من اینو نمیبینین، و یکی از حرفه‌ای ترین میکروفونایی که تا حالا استفاده کردم همون برنده، منتها هم میتونین شما اینو رو موبایلتون استفاده کنین، هم روی سر هر دوربین این تقریبا وصل میشه. و خوبیش اینه که تفاوت‌ها رو بهتون بگم دوستان، این خیلی شخصیه، یعنی مثلا وقتی میریم با یکی مصاحبه کنیم اینو میذارین، صدای من بد میاد، ولی این کل صدای اطراف رو میگیره، صدای اون بد و اینا رو، و صدایی که صحبت میکنه خیلی خوب و واضح میگیره. آرمان میکروفون استفاده کن. من حتی دوستان حالا یه دونه دیگه دارم الان استفاده میکنم، حتی برای معرفی ایالاتم که توی فضای بسته‌ای هستم، باز اینو استفاده میکنم، چون خوبه، بالاخره راضی ام وقتی آدم داره استفاده کنه. این یه مورد دیگه، ببینید مثلا این اکثر ولاگرها دوباره دارن، این اصلا کاربردی نه، این گرفته. خب بچه‌ها امروز یه چیز ترسناک، یه چیز بامزه، اینم دوباره، اینا رو چرا دارم نشون میدم؟ نشوندنه فخر فروشی نیست دوستان، ولی چون میبینم اکثرا یه چیزی تو ذهنتون دارین، اصلا نمیدونین که چرا استفاده داره میشه، ولی چون یه فردی داره استفاده میکنه، این میشه استاندارد شما. و اگه یکی مثل من مثلا نمیاد تو چشتون اینو استفاده کنه، کیفیت کار پایینه. دوستان اینو اکثر کسایی استفاده میکنن که پادکست دارن. حالا چرا من اینو هنوز دارم؟ به خاطر اینکه خب ما تا 2 سال پیش هم پادکست داشتیم، یه مریضی اومد، یه مقدار سختیای به وجود اومد، یه کانال دیگه بود و خیلی هم اتفاقا خوب بود، من راضی بودم. اینه، میبینین اکثر ولاگرها یا خواننده ها مثلا که الان شروع کردن یوتیوب، یه دونه اینو دارن، بعد کنار اینو اون یه دونه هدفون میاد، از این هدفون ایکس باکس منه، ولی خواستم اینجوری. خب دیگه چه خبر؟ اینم دقیقاً اینجوری میذارن، اینم صحبت بعد حتما بشه اینا. این یعنی نشون دهنده اینه که شما به قول انگلیسی که میبینین زده استارتر پک، یعنی مثلا اینه، ایناست که طرف مثلا تا حالا تو عمرش ورزش نکرده، باشگاه بدنسازی هم نرفته، اولین کار میبینی چیکار میکنن؟ پروتئین گنده وی میخرن،
یه دونه پری ورک اوت میخورن، یعنی قبل از اینکه ورزش شروع کنن میخوان که انرژی داشته باشن و یه دفعه اصلا جوگیر. آقا تو برو حداقل تو باید 6 ماه تا یک سال بدنت ورزش رو انجام بدی، بعد بری گنده گنده مکمل بخری، بعد اینا رو میگیری. بعضی موقع هم که پشتکار نداری کار رو انجام نمیدی، خراب میشه. حالا این یه مورد دیگه. آرماند دوربین استفاده کن. دوستان من دوتا از این دوربین های کنان دارم، دوربین های خیلی خوبیه. پیشنهاد نمیدم این حتما برای ولاگر، چون تقریبا دوربین خیلی سنگینیه. این حتی مدل های مقدار قدیمی ترش، اینی که دارم استفاده میکنم جدید تره، ولی نمونهش همینه، لنزش مقدار قوی تره. و دوستان شما میتونید یه دونه دوربین اینجوری داشته باشین ولی لنز خیلی بزرگ و حرفه‌ای هم داشته باشین، که دوباره برای ولاگینگ دوربینای خیلی نازک‌تری مثلا سونی زده. میخوام بهتون بگم دوستان وسایل هست، ولی لطفاً بر اساس این نیاین استاندارد یکی رو خراب کنین. یا مثلا من همین گوپرو رو دارم، خیلیاتون میشناسین، دوباره این خودش من جدا گرفتم برای رفع صداهای اضافی و اینا، ولی مثلا اینم برای فیلمبرداری طولانی اصلا خوب نیست، چون داغ میکنه. اینو میگیرم مثلا اگه یه ویدیو ماشین کنترلی باشه، یا دارم روی ماشین تراکتوری چیزی میرونم، یا مثلا یه جای آب و ضد آب و اینا، ویدیوهای کوتاه جالبی میشه باهاش ساخت. یا مثلا اگه روی سگتون بذارین و اینا. میخوام بگم بهتون وسایل هست. یا مثلا دیدین صندلی میذارن، صندلی هم دورش نوره، یا یه دونه نور اینجا زدن، یه لوگوی اینا. دوستان به نظر من این حالا یه مقدار شاید طولانی باشه، متفاوت بودن چیز خیلی خوب و خیلی جالبیه. لطفاً همدیگر رو قضاوت نکنیم. هر کسی یه ایده‌ای داره، یه ذهنیتی داره، طبق استاندارد یه نفر یکی دیگر رو خراب نکنیم. یکی موتور میگه اینا گرفتیم موتور فقط هارلی، یارو میره هارلی دیویدسون میگیره، موتور هیچی مثل سوزوکی و هوندا نمیشه. اینا گرفتیم، نه آقا احترام بذار. یا مثلا درباره نور صحبت کنیم، من تا اونجایی که سعی بشه سعی میکنم از نور طبیعی استفاده میکنم. عزیزانی که حرفه‌ای هستن میدونین چی میگم، هیچ چیزی مثل نور طبیعی نیست. بعضی موقع میام روی نور طبیعی حساب میکنم، یه دفعه آفتاب میره، اون دیگه تو کنترل من نیست. حالا یه چیز دیگه هم بهتون نشون میدم، چون خیلیاتون میگین دوستان اینا رو میبینین، من کلی از این چراغا گرفتم، حالا اینکه رینگ لایت آشناین باش، ولی از این پروژکتورهای حرفه‌ای که میبینین دارم. خب و دوستان میگم اینو اونو بیشتر برای مثلا پادکست و اینا استفاده میکردم، ولی خب بیشتر موقع اینا رو من اجاره میدم، یعنی افرادی که نمیخوان اینا رو داشته باشن جا میگیره، میان اینا رو از من روزانه هفتگی اجاره میکنن. و میخوام بهتون بگم وسایل هست. یا مثلا آرمان یه دونه از این استیبلایزرها بگیر، یعنی اینایی که مثلا نلرزه و اینا. دوستان خدا میدونه من چند تا استیبلایزر دارم و دارم استفاده میکنم، ولی چون نمیام اینجوری بهتون نشون بدم دلیل نمیشه که اینا رو ندارم. لطفاً مردم رو قضاوت نکنین، خیلی کار زشته. یا میان یه سری ایده هایی میدین، دوستان کسی که داره یه کاری شروع میکنه یه سری ذهنیت ها داره، هی نه، یا یه سری ایده های الکی، یکی میاد یه نظری میده، خیلی میان نظر میدن اصلا پروفایل طرف عکس نداره، خالیه. یا مثلا میری اینستاگرامش رو نگاه میکنی، صفر اصلا پست داره، پرایوت هم هست پیجش، ولی مثلا میاد نظر بابا ندین. به انگلیسی میگن if you have nothing nice to say don't say anything، یعنی اگه یه چیز خوبی برای گفتن نداری نظر ندین. این که میگین طرف باید نمیدونم چی چیز پذیر باشه، این اون یه چیزی شما شنیدین. همیشه یه نظر دادن یا سوال علکی نشون دهنده این نیست که شما اطلاعات کافی دارین. لطفاً اگه نظراتون رو برای خودتون نگه، نظرهای علکی اینو استفاده کن، اینجا برو. من الان این جایی که دارم میرم واقعا مثلا فروشگاه رفتم، طرف که چرا ویدیو 8 دقیقه است، طولانی تر بذار. من همون 8 دقیقه هم که گذاشتم دوستان تا آخرش رو نگاه نکردم، پس حالا همون 8 دقیقه رو وقتی نگاه میکنم، حالا ویدیو 20 دقیقه بذارم که نگاه نمیکنن که، پس منم دارم ویدیو. یا مثلا ویدیو زیرنویس بذار، ویدیو زیرنویس هم گذاشتم استقبال نشد، پس من اون وقتی که بعد اضافه بر سازمان بذارم ترجیح میدم رو کای دیگه بذارم، چون من زندگیم فقط یوتیوب نیست. این حالا 8 دقیقه 9 دقیقه 10 دقیقه رو بعد حتما میگفتم، ویدیوی جدایی هم واسه نمیسازم، به خاطر اینکه نگاه نمی‌کنین و این انرژی من تلف میشه، پس مجبورم اینو بذارم اول ایالت‌ها که شما نگاه کنین و ببینین بعضی موقع چقدر دردآوره با یه سری مزایا آدم یه سری کارا. یا مثلا اینجوری به دوربین نگاه کن، آقا هر کی یه جوره، اصلا من بدم، من خودم کامل نیستم، هیچ کسی کامل نیست، هر کسی سبک خودشو داره، به سبک مردم احترام بذارین. هر کسی یه چیزیو دوست داره، دلیل نمیشه اون طرف درست یا شما درستین، احترام متقابل خیلی مهمه. ممنون و متشکر. بریم سر معرفی ایالت. خب دوستان، ایالت امروز که رود آیلند، مین، ورمانت، نیو همشیر
هستن و البته آرکانساس که مقدار این ورتره و یه سری چون جا انداخته بودم اضافه کردم که مطمئن باشم به اصطلاح 5 ایالت معرفی شده. خب دوستان این ایالت های کوچیکی که امروز میخوام معرفی کنم همشون قسمت سمت راست نقشه میتونید اینا رو پیدا کنید، خیلی کوچیکن. مثلا این رود آیلند که اصلا خیلی کوچولوه و امروز توضیحش رو بهتون میدم. خب رود آیلند دوستان پایتختش پراویدنس هستش، معروف به ساختن جواهرات و فلزات و به اصطلاح حتی مثلا قاشق چنگل و اینجور چیزا. 17 ایالت ثروتمند آمریکا شناخته میشه و دوستان یکی از جای خیلی خوب کلن این 4 ایالت آرکانساس رو حساب نکنین، ورمونت و رود آیلند و مین و نیو همشیر، این 4 ایالت خیلی اینجور جمع و جور و کوچیک و خیلی امن و بی سر و صدا هستن و خیلی ها مثلا اینا رو استفاده میکنن به عنوان به اصطلاح بازنشستگی یا یه جای مثلا خیلی سوتوکور که برن اونجا زندگیشون رو ادامه بدن. گفتم خیلی جای امنیه برای مخصوصا کسایی که خانواده دارن، برای اینکه خانواده‌شون اونجا به اصطلاح ادامه بدن و یه جای سالم باشن، خیلی جای خوبیه. کوچیکترین ایالت امریکا حساب میشه، اگه یادتون باشه بهتون گفتم اولیش آلاسکا بود، آلاسکا بزرگترین، رود آیلند کوچیکترین. و دوستان بلندترین اسم ایالت رو بر خودش ثبت کرده و از لحاظ آب و هوا نه زیاد سرده نه زیاد گرمه، خیلی متعادل آب و هواش. و یه چیز جالب دوستان درباره اندازه رود آیلند بهتون بگم، 19 تا رود آیلند میتونه در کالیفرنیا جا کنه. یعنی فکر کنین کالیفرنیا اگه اینجور حساب کنین در اصل 19 برابر رود آیلنده. این هم که از چیزای جالبشه و مالیات اونجا 7%. این از رود آیلند. خب بریم سراغ مین. مین هم همونجور که بهتون گفتم و یه چیز جالب دوستان بهتون بگم، حتی برای من زیاد جالب نیست ولی خیلی راحت‌تر اینا رو تو یه جا گنجایش بدم، این 4 ایالت رود آیلند، مین، ورمونت و نیو همشیر، اینا همشون جزء ایالت‌های آبی حساب میشن و دموکرات هستن. مین دوستان پایتختش آگوستا هستش و دوستان یکی از دلایل معروف بودن یا دلایل شناخته شدن ایالت مین آبای خیلی سردشه و صید خرچنگ. و یه چیز جالب این که 90% خرچنگی که صید میشه و به جاهای مختلف امریکا میره، یعنی تو به کل ایالت ها میره، 90% از ایالت مین هست. دوباره یکی از امن‌ترین ایالت های آمریکا حساب میشه و اکثرا دوستان به خاطر اینکه خرج و اینا خیلی کمتره، مردم دوباره این ایالت هم به عنوان بازنشستگی رو اینا انتخاب میکنن. و دوستان برای عزیزانی که تازه میخوان شروع کنن جای مناسبی نیست، چون خیلی جای سوتوکوریه، خیلی مثلا آروم و اینا. یه چیزی هم که مطمئنم دوست نداریم ولی میگم، اینترنتش اصلا راضی نیستن، سرعت اینترنتش خیلی پایینه. یکی از تمیزترین ایالت ها حساب میشه و همینجور که گفتم چون جای سوتوکوریه بیشتر برای بازنشستگی میرن اونجا و آرومتره. نمیدونم درصد به اصطلاح دزدی و خلاف و اینا هم خیلی خیلی پایینه، اینه که خیلی هم تمیزه و خیلی هم راحته. و دوستان یه چیز جالب، یکی از بیشترین تولیدات توت آبی یا همون بلوبریو دارن اونجا و دوباره به ایالت های مختلف اینا رو پخش میکنن. پس توت آبی یا بلوبری و خرچنگی از چیزای اصلی اونجاست که به سایر نقاط امریکا به اصطلاح صادر میشه. و دوستان دونات، اگه باش آشنایی داشته باشین، شیرینی دونات هم که شیرینی حلقه‌ایه به اصطلاح اون، حالا امیدوارم اشتباه متوجه نشین، اون سوراخ وسط دونات رو اولین بار در ایالت مین این کار رو انجام دادن و اولین جایی بود که این کار به اصطلاح ابداع شد، اون حفره میانی دونات. و مالیاتش هم 5.5%. این هم از مین. خب بریم سراغ نیو همشیر. نیو همشیر پایتختش کانکورد هستش و یکی از منابع غنی گرانیت، از اون که پرسم مثلا نمیدونم در واقع منابع هم بگو، یکی از منابع غنی گرانیت هست. و این ایالت
لقبای مختلفی داره، ام از مادر دریاچه، کوه سفید، و بهش میگن سوئیس آمریکا. دیگه یک دوباره یکی از امترین جاها برای زندگیه. اولین مزرعه توربین های بادی در امریکا اونجا ساخته شد و به وجود اومد به خاطر بادهای خیلی وحشتناکی که اونجا هست و اینا. اولین ایالتی که قانون اساسی خودش رو داشت. و دوستان یه چیز جالب درباره نیو همشیر بهتون بگم، فیلم جومانجی هم در شهر کین نیو همشیر فیلم برداره شد. جومانجی اول، نه این دومیه، اون اولیه که بازیگر معروفش هم خودکشی کرد و اینا، که مطمئنم خیلی هاتون دیدین فیلم جومانجی رو. و حیوان اونجا، سمبل اونجا، حیوان سمبل اونجا آهوی دوباره دم سفیده، که اگه یادتون باشه قبلا ویرجینیا بود که دوباره آهوی دم سفید سمبل اونجا بود. و دوباره از میوه های اونجا سیب، سبزیجات و ذرت شیرینه. مثلا حالا خیلی از اون پرسین خب جای دیگه چیه؟ مثلا دوستان یادتون باشه کلا جورجیا که قبلا دربارش بهتون گفتم ایالت هلوه، یعنی اصلا با هلو شناخته شده. خب اینم از نیو همشیر. بریم سراغ ورمانت. ورمانت دوستان از دو تا لغت فرانسوی ساخته شده. پایتختش مانت پیلر هستش و حالا بهتون میگم لغات فرانسویش. از ورت و مانت ساخته شده. حالا درسته که میگیم ورمانت، اون اصلا تی نیست، ولی از این دوتا لغت فرانسوی ساخته شده. حالا به چه معناست؟ به فرانسوی میگن ورمان. حالا امیدوارم تلفظشو دوستایی که فرانسوی میدونن تلفظشو درست گفته باشن. من از خانمم چون فرانسوی بلده پرسیدم دقیقا تلفظش رو اینجوری بود. و ورت که میشه سبز، مانت هم که میشه کوهستان سبز. و دوستان یکی از تولید کنندگان وحشتناک پنیر چدر هستش. پنیر چدر هم که باید بشناسین، اون پنیر زرد رنگی که مطمئنم تو کارتونه تام و جری مخصوصا خیلی باید دیده باشین، پنیر زرد رنگ که سوراخ سوراخ داره یا انواع متفاوتی داره. و یه چیز خیلی خیلی جالب که من خودم تازه فهمیدم در رای ورمانت، میدونیم چه دوستان، بستنی بننجری دوستان یکی از میتونم به جرات بگم بهترین بستنی هایی که خودم تا حالا امتحان کردم و واقعا عالیه. حالا خیلی هاتون شاید بگین آرمان بسکین رابین چجوریه، اون یه بستنی جداست، ولی من بننجری رو خیلی دوست دارم به خاطر طعم های خیلی خوبش، مخصوصا طعم به اصطلاح گردوش پستش طعمای خیلی خوبی داره. و چیزم داره این بستنی ها، انتخاب گیاهی هم داره، یعنی حتی گیاهی هم زدم و وحشتناک طعم خوبی داره. و جالبه اولین بار این از پمپ بنزین شروع شد، یعنی فکر کنم فروشش و اینا از پمپ بنزین شروع شد و حتما باید ورمانت برم فقط به خاطر این بستنیش و اینا. دوباره ورمانت جز یکی از امترین جاهای زندگیه. ورمانت هم همونجور که از اسمش پیداست با کوهستانهای سرسبزش معروفه. به اصطلاح دومین منظور اینه که پایین ترینه، یعنی اولین که گفتیم مین، ایالت مین که شد امترین ایالت آمریکا بر حسب اون به اصطلاح تخلفات و چیزایی که شده، دومینش میشه ورمانت، یعنی امترینه که میشه دومین ایالت که کمترین تعداد تخلفات و خلاف و دزدی و اینجور چیزا رو داره. و دوستان یه چیز جالب در روی ورمانت، دوباره اولین ایالتی بود که اون بردهداری رو سعی کرد ازش خلاص بشه و جز اولین ایالتی بود که اینو قبول کردن که بردهداری دیگه بس. و اینا زمستونای خیلی سختی داره، زمستونای خیلی سرسردی داره و میگن زمستونای گلی داره و تقریبا جای گرونیه برای زندگی کردن، یعنی نسبت حداقل به این ایالتای اطرافش جای گرونیه و مالیات اونجا 6%. اینم از ورمانت. خب بریم سراغ آرکانساس که اون وسط ها بود که متاسفانه چون میگم بالاخره 50 ایالته و من چک کردم مطمئن باشم چیزی از قلم ننداختم، که اطرافش میشه میزوری، اوکلاهوما، لوئیزیانا، میسیسیپی و تنسی. اینا مرزهایی هستن که آرکانساس رو به اصطلاح گرفتن و با تکساس هم چیزه، هم مرزه و خوشبختانه جزء ایالت قرمز و ریپابلیک هستش. آرکانساس پایتختش لیدل راک هستش و به عنوان ایالت طبیعی شناخته شده، بهش میگن ایالت طبیعی.
به رودخونه هاش معروفه، به دریاچه‌اش، و در ضمن طوفان های وحشتناک. کشت برنج، کشت برنج یکی از بسته حاصلخیز ترین جاها و بهترین جاها برای کشت برنج آرکانساس هستش که دوباره به تمام ایالت ها پخش میشه. دوباره معدن الماس و تنها معدن الماس در امریکا که فعاله در آرکانساس هستش. دیگه عرضم به حضورتون یکی از جاهای خیلی خوبیه برای زندگی از لحاظ شغل و از لحاظ همون دخل و خرجی که همتون میگین، کار کردن و اینجور چیزا. و دوستان اگه نگاه کنین به اصطلاح پرچم آرکانساس، چون همه ایالت‌ها اینجا پرچم دارن اگه دقت کرده باشین، حالا مثلا ایران من یادم نیاد تا اونجا که میدونم که همه استان‌ها که پرچم نداره، ولی اگه دقت کرده باشین اینجا همه ایالت‌ها پرچم داره. پرچم به اصطلاح ایالت آرکانساس خیلی جالبه که 25 تا ستاره داره. چرا؟ به عنوان سمبولی که 25مین ایالت آمریکا شناخته شد، واسه همین اون 25 ستاره رو میبینین. یه چیز جالب، والمارت که ویدیوش هم براتون ساختم گذاشتم، فروشگاه زنجیره‌ای والمارت، مرکز هدایت جمعون هدکوارتر والمارت در آرکانساس هستش، یعنی از اونجا شروع شد و دیگه شروع کرد همینجور به اصطلاح شعبه‌های مختلف درست کردن. و بیل کلینتون رو که میشناسین، رئیس جمهور سابق آمریکا بود که اصلا یکی از منفورترین ها شناخته شد. نگین آرمان چرا، من نمیگم، چیزی که اون گندکاری هایی که به بالا آورد چه مؤدب گفتم، گندکاری هایی که بالا آورد و نمیدونم یکی از رئیس جمهورایی بود که برکنارش کردن، یعنی حتی 4 سالش هم نذاشتن تمام بشه و برکنارش کردن چون یه مقدار جوگیر شده بود و از قدرتش زیاد از حد استفاده کرده بود و به اصطلاح بدون اجازه یه جا حمله کرده بود دیگه، به اگه اشتباه نکنم به عراق حمله کرده بود، بدون اجازه یه حرکتی کرده بود و کلن کسافتکاری هم کم نکرده بود. حالا میتونیم بریم اون تاریخچه رو بخونیم و همش هم حقیقت داشت، گندش در اومد. واسه همین بود که خیلی ها نمیخواستن خانومش هم رئیس جمهور بشه دوره که با ترامپ داشتن به اصطلاح مقابله میکن. و دوستان سال 1985 شیر خوردنی شد نوشیدنی سمبل اون ایالت. ببینید دوستان، من کلا درباره این ایالت که میگم فقط این نیست که بشنم من براتون یه چیز علکی بگم، کلا سعی کردم اون حقیقتا رو یا به قول معروف فکتای این چیزا رو بهتون بگم، چون خیلی جالبه. مثلا حساب کنین نوشیدنی سمبل، مثلا سمبل چیز آرکانساس میشه شیر، و فقط این نیست که آقا ما کار کجا پیدا کنیم. یه چیز جالب دانستنیه که اگه یه جزاتون چیز پرسن میگن آقا ما آرکانساس شنیدیم که همچین چیزی داره و مالیاتش 6.5%. خب دوستان عزیز، قصه ما به سر رسید. 50 تا ایالت امریکا رو من برای شما معرفی کردم، حقیقت‌های اون ایالت رو گفتم، چیزای دانستنی، چیزای جالب، یه سری تاریخچه، سعی کردم مالیات رو میگم همش در حال تغییر و سعی کردم به بهترین نحو همه اینا رو توضیح بدم، جاهای دیدنیشون رو حالا با تصویر، با به اصطلاح اطلاعاتی که داشتم، تاریخچه، رئیس جمهورای اونجا، هر چیزی که فکر کردم خیلی جالبه که شاید سخت بشه پیدا کردنش و به شما کمک میکنه برای دونستن ایالت آمریکا، براتون توضیح دادم. امیدوارم از این بخش به اصطلاح معرفی ایالت آمریکا لذت برده باشیم. به قولم عمل کردم، بدونین که من هیچ وقت زیر قولم نمیزنم و به قول معروف میگن مرد و قولش دیگه، مرد و حرفش. منم کارم انجام دادم بدون ملت. شما هم امیدوارم که حمایت کنین، لذت ببرین. و میمونه واشنگتن دی سی که اصلا یه چیز جداگونه است، ولی معرفی ایالت تمام شد. پس قسمت بعدی میشه واشنگتن دی سی که کامل یه چیز توپالی براتون درست کنم و به قول معروف حالیشو ببرین و اینا. اینم از این دوستان، شب و روز خوبی داشته باشین. ممنون و متشکرم.